دو سال اول حکومت خمینی بعد از انقلاب 4 تا به اصطلاح انتخابات داشتیم. رفراندوم جمهوری اسلامی، رفراندوم قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس. البته دیدیم که خمینی به بدترین شکل ممکن دموکراسی رو سر برید و در هر سرفصل هم مجاهدین تلاش کردن آخرین کورسوی آزادی رو زنده نگه دارن. یکی از اصلی ترین اهرم هایی که این مبارزه رو پیش می برد میلیشیای مجاهد خلق بودن. میلیشیا یعنی چریک نیمه وقت، رزم‌آور نیمه وقت یا فعال نیمه وقت، نیرویی که در 2 آذر 1958 با هدف نگهبانی از دستاوردهای انقلاب و ترویج آگاهی و آزادی به وجود آمد. من در میلیشیای دانشجویی بودم. ما یه تیم چند نفره بودیم که روزها واسه آگاهسازی مردم و افشاگری علیه رژیم می‌رفتیم. ما واسه اینکه جلوی حمله چماقدارا به بساط کتاب‌فروشی و نشریه خودمون رو بگیریم، یه سیستم پورتابل درست کرده بودیم که بتونیم در صورت حمله چماقدارا سریع بساطمون رو جمع کنیم. یادمه یه روز توی میدان ولیعصر بود که تازه چند دقیقه از پهن کردن بساطمون گذشته بود، یه گروه چماقدار به ما حمله کردن که ما سریع ظرف چند ثانیه بساط رو جمع کردیم، تمام کتابا و نشریه رو بردیم بیرون که اینا دیگه چیزی واسه پاره کردن نداشتن. به ما حمله کردن، مردم هم بلافاصله تو صحنه وارد شدن، به کمک ما اومدن و یک درگیری در گرفت که تا 2 ساعت ادامه داشت. توی تمام درگیری‌ها مردم به ما کمک می‌کردن. در رابطه با فروش نشریه هم ما هر روز صبح زود نشریه ها رو تحویل می‌گرفتیم، صفحه‌هاشو با هم دیگه منگنه می‌کردیم و بعد واسه فروش نشریه سر چهارراه‌ها می‌رفتیم. من در فروش نشریه برخوردهای خیلی جالبی از مردم می‌دیدم. یادمه یه بار یک آقایی از من یه نشریه گرفت، یه اسکناس خیلی درشتی داد. من دنبال می‌گشتم که بقیه پولشو بدم، با یه لبخندی به من گفتش که بقیه‌اش کمک من به سازمان باشه. توی برخوردهایی که ما با مردم داشتیم، گاهن یه چیزایی پیش میاد که من خودم خیلی جا میخوردم از میزان توجه و علاقه مردم به سازمان. یادمه یه بار من توی تاکسی نشسته بودم، کتاب تبیین جهان فکر کنم جلد 5 بود، چون ما این کتاب تبیینم توی بساط خودمون میفروختیم، داشتم اینو میخوندم، یه آقای مسنی کنارم نشسته بود. وقتی من میخواستم پیاده بشم، یه دفعه به من گفتش که خانم این کتابتون رو میشه بدین به من، و من متوجه شدم که تمام مدت این داشته کتابو میخونده که دست من بود، که من خودم خیلی تعجب کردم. و از این همه میزان توجه و اشتیاقی که مردم به بحث‌های سازمان داشتن، کتاب تبیین جهان کتابی بود که برادر مسعود توی دانشگاه صنعتی شریف اون موقع درس میداد. رژیم همیشه تلاش میکرد بگه که میلیشیا یه عده بچه فریب خورده است. یه روز یادمه من و چند نفر از همتیمام داشتیم پوستر می‌زدیم، یه مغازه‌دار حزب‌اللهی اومد بیرون، شروع کرد داد و بیداد کردن که اینا یه دختر بچه رو گول زدن فرستادن پوستر بزنن. من اون موقع سال 4 دانشگاه بودم. بلافاصله کارتمو درآوردم، گفتم که اینجا نه کسی گول خورده و نه بچه است. من از روی آگاهی و مطالعه خودم این راه انتخاب کردم و سال 4 دانشگاه هستم. خب سازمان مجاهدین که این همه طرفدار داشت، چرا نرفت حزب تشکیل بده که قوی تر جلوی اینها وایسه؟ حزب؟ مگه خمینی گذاشت حتی یه نماینده از مجاهدین وارد مجلس بشه؟ مگه اصلا فضایی برای فعالیت سیاسی و حزبی وجود داشت؟ از همون روزای اول بعد از انقلاب یه سوال واقعی در برابر هر جریان آزادی خواه وجود داشت: تشکیل حزب و مبارزه سیاسی و پارلمانی با رژیم یا حرکت به سمت تشکیل ارتش مردمی. مجاهدین با شناختی که از خمینی داشتن، با شناختی که از عملکردهاش داشتن، خیلی زود متوجه شدن که این حکومت انحصار طلب اجازه شکلگیری و فعالیت هیچ حزبی رو نخواهد داد.
به همین دلیل مبارزه سیاسی و پارلمانی هم احتمالاً در این حاکمیت چشم‌اندازی نداره. بنابراین از همون اول دنبال ایجاد یک تشکیلات قوی، منسجم و منظم به عنوان هسته اولیه یک ارتش مردمی بودن. تشکیلاتی که تا وقتی هنوز ذره ای امکان فعالیت سیاسی وجود داره بتونه فعالیت‌های سیاسی و افشاگرانه انجام بده و به محض اینکه حاکمیت خمینی آخرین ذره آزادی رو هم گرفت و به طور کامل در جبهه ضد خلق قرار گرفت بتونه ستون فقرات یک ارتش مردمی برای دفاع از انقلاب باشه. این تشکیلات خاص همون میلیشیای مجاهد خلق بود. تشخیص این ضرورت و محقق کردن اون واقعا یک شاهکار رهبری مجاهدین در دوران پر ابتلای خمینی. اینطوری بود که میلیشیا در فضای سرکوب و اختناق شکل گرفت و اولین نمایش قدرتش در رژه 20 فروردین سال 59 بود. من 40 سال خدمت کردم. در این 40 سال بحران‌های زیادی دیدم. یادم یه روز در تهران 12,000 نفر میلیشیا در توپخونه رژه می‌رفتن. در هر شهری 1,000 تا میلیشیا رژه رفتن. من با یه تعداد دیگه از بچه‌ها از مدت‌ها قبل برای تمرین رژه می‌رفتیم تو زیرزمین جنبش معلمین. تو روز رژه از هر مدرسه یه تعداد دانش آموز اومده بودن. روز رژه یادم داشتیم از سمت مخبر و دوله میرفتیم به میدون توپخونه، جمعیت زیادی برای استقبال اومده بودن و از اینکه دانش آموزا اینطوری مرتب و یه دست رژه میرفتن و قدرتشون رو در برابر رژیم نشون میدادن مردم صفا میکردن، تشویقمون میکردن، هورا میکشیدن. خیلی صحنه زیبا و دیدنی بود و هممون خستگی تمرینای رژه از تنمون در میرفت. روز رژه میلیشیا من ساعت 2 بعد از ظهر به دانشگاه رسیدم که اونجا یه صحنه خیلی جالبی بود. تمام میلیشیای دانش آموزی و دانشجویی همه با اوورکوت، شلوار خاکی و پوتین پوشیده بودن اومده بودن. خواهرای میلیشیام همشون با فرمای یک دست که روش هم اوورکوت بود که همه در حال تمرین رژه بودن که بیان بیرون. وقتی که اینا از دانشگاه خارج شدن، مردمی که اون بیرون وایساده بودن به شدت شروع به تشویق اینا کردن. خیلی خیلی صحنه زیبایی بود. یه عده گل میدادن، یه خانومی شیرینی پخش میکرد. تمام مردم از دیدن یک نسلی که اینطوری رشد کرده و داره جلوی این مرتجعین و حزب اللهی و چماقدارا وای میسه شگفت زده و خوشحال بودن. ستارگان ما برانند تا در فلک اجتماعی و سیاسی این میهن طرحی نو در اندازند، طرحی آری از طبقات، آری از بهره کشی، آری از جهل، نادانی و اختناق و زنجیر. اما بگذارین بپرسم، علمای شریعت، رجال دولت، وکلای مجلس، اصناف، بازاری ها، مطبوعات، رادیو، تلویزیون که میگین در خط انقلابید، آخه چرا ساکتید؟ و به خدا قسم اگر کسی فکر کنه که ما از گلوله و گاز اشکاور میترسیم، هیهات هیهات. Thank you.
یقین کنید که هر دستی که از مجاهدین بشکنه 10 دست به اونها افزوده میشه. و هر چشمی که از حدقه مجاهدین بیرون بیاد 100 چشم بینا شده دیگه به اونها افزوده میشه. و هر قلبی که از مجاهد پاره کنید و سری که بشکنید 1000 قلب و سر دیگه پر برکت به جاش خواهد نشست. من مسئول قسمت دانش آموزی شرق تهران یعنی افسریه بودم که مسئولیت انتظامات محدوده ای از زمین امجدیه به ما سپرده شده بود. ما تقریبا ساعت حدودای 8 صبح به محلی که باید میرفتیم رسیدیم و اونجا هم توجیه شدیم. به طور خاص تو توجیهاتی که کردن تاکید میشد روی اینکه ما نباید وارد هیچ درگیری با حزب الله بشیم و جواب وحشیگری اونا رو ما نباید بدیم. طبق تجربه میتینگ‌های قبلی ما میدونستیم که حتما مجروح و شهید خواهیم داشت. ولی خب این رو هم میفهمیدیم که به خاطر هدف بالاتر و مهمتری این نکته گفته میشد و به همون تاکید میشد که نباید وارد درگیری ها بشیم. محدوده اصلی که ما انتظاماتش رو به عهده داشتیم پشت در اصلی تا جایگاه بود که تعدادی از ما و بچه های جنبش سمنگان که اون موقع اونا هم شرق تهران بودن به جمع ما سپرده شده بود. اولش تعدادی پلیس و نفرات شهربانی و اینا توی خیابونای ورودی بودن و کار خودشون رو اونجا انجام میدادن. ولی تقریبا از ساعتهای 9 صبح به بعد سر و کله اوباش حزب‌اللهی پیدا شد. یادم یه ساختمون نیمه سازم اون نزدیکی امجدیه بود که پاسدارا رفته بودن اونجا، پاسدارا و کمیته‌چی ها رفته بودن اونجا و از اون بالا به سمت ما شلیک میکردن. حتی قبل از شروع سخنرانی وعده مسعود این درگیری ها شروع شده بود، طوری که پلیس و اون پاسبونایی که اونجا بودن نمیتونستن اوضاع رو کنترل کنن و دیگه کنار کشیده بودن. خیابونای اطراف امجدیه هم تبدیل شده بود به جبهه بین ما و چماغدارای رژیم. ما با دستای خالی و بدنهای مجروح و اونا با سلاح و چوب و چماق و قمه. وقتی درگیری ها بیشتر شد به ما گفتن که برای کمک به نفراتی که بیرون امجدیه بودن بریم. تو حین درگیری که با اوباش با سنگ پرانی و چاقو و قمه به ما حمله می کردن و ما اونجا ایستادگی می کردیم و عقبشون می زدیم، یکیشون با یه قمه‌ای که تو دست داشت به گردن یکی از برادرهایی که کنار من بود زد. که اونجا خب ما در صحنه که چیز آماده‌ای نداشتیم، من لباسمو درآوردم رو زخمش بستم و با بچه‌های دیگه فرستادیمش به قسمت امداد. تعداد مجروحین ما خیلی زیاد بود. کمیته‌چی ها تلاش میکردن، سعی میکردن که به هر قیمت شده وارد محوطه امجدیه بشن که مراسم رو به هم بزنن. اما بچه های میلیشیا با بدنهاشون در برابر اینا صد بسته بودن و اجازه نمیدادن که کسی از این صف انتظامات رد بشه. خب از اون طرف ما تعداد مجروحینمون هم بالا بود. تو این وضعیت بود که از حاضرینی که تو صحنه بودن می اومدن جایگزین بچه های مجروح می شدن و ما تونستیم با کمک هایی که همونجا مردم تو صحنه به ما می کردن و واقعا خیلی بیدریق مایه می زاشتن اجازه ندیم که مزدورا از اون قسمتی که به ما سپرده شده بود عبور کنن. واقعا این هنر رهبری و تشکیلات مجاهدین بود که تو چنین شرایط سختی تونستیم با همه توطئه ها و وحشیگری ها و حمله های وحشیانی که به میتینگ 200,000 نفره انجام شد زیر رگبار گلوله و گاز اشکاور برگزارش کنیم و در یک افشاگری تاریخی
این سوال رو جلوی همه، مخصوصا روشنفکرها و افراد آگاه قرار بدیم که چه باید کرد. سخنرانی که زیر رگبار گلوله‌های پاسداران هم یک لحظه قطع نشد و هنوزم که هنوزه وقتی به صحنه‌های اون نگاه می‌کنیم به لرزه در می‌آییم. جنایت پیشگی و سرکوبگری چماقدارها و پاسدارها در جریان میتینگ امجدیه به قدری فضاحت بار بود که حتی صدای اعتراض از درون رژیم هم بلند شد. خیلی دردناک است. واقعاً چه باید کرد؟ حزب فقط حزب الله اگر معنایش زدن است که آبروی الله را بردن. مرگ بر این تفکر. اگر حرف شما حق است از چه میترسید و اگر حرف مجاهدین خلق حق است خب گوش کنید. اندیشه را نه تنها با چماق نمیشود تغییر داد. با توجه به اصل آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به توصیه‌های مکرر امام مبنی بر لزوم حفظ وحدت و یک پارچگی اقشار ملت و با توجه به اینکه منطق چماق و چماقداری و برهم زدن اجتماعات قانونی به هر شکل محکوم است، ما نمایندگان مجلس شورای ملی اسلامی حملاتی را که در روز 22 خرداد 59 به شرکت کنندگان در مراسم امجدیه شد شدیداً محکوم می‌کنیم. عجب وضعیتی بوده. مجاهدین یعنی یه سخنرانی گذاشتن همه جا لرزید، از مجلس تا بیت خمینی تا رسانه ها. بله، اونقدر که خمینی دید موقعیتش بد جوری داره به خطر میفته، برای همین شمشیر رو از رو بست. میبینیم که یک بساطی در امجدیه پیش میآید، یک قائله درست میشود. خیال میکنند که مسئله چماقدار است و تظاهر کننده مسئله این است. نه، مسئله این نیست. این یک ظاهری است برای آشوب درست کردن. مسئله عمق دارد. مسئله آمریکاست. ما در هر قصه‌ای که وارد میشویم میبینیم که روحانیت هدف است. الان هم ما ارتجایی هستیم. الان هم روحانیون ما ارتجایی‌اند. روشنفکرها آنها هستند. منافق‌ها هستند که بدتر از کفارند. دشمن ما نه در آمریکا، نه در شوروی و نه در کردستان است، بلکه در همین جا در مقابل چشم‌های ما در همین تهران است. در اون شرایط واقعاً که کنترل نیروی عظیمی مثل مجاهدین طوری که در برابر اون همه تهدید و وحشیگری و جنایت عکس‌العمل نشون ندن، یک گلوله شلیک نکنن، پاسخ یک ضرب و جرح رو ندن، کار عجیب و غریب و بی‌نظیر بود. کاری که فقط با انضباط درخشانی که در تشکیلات میلیشیا و مجاهدین وجود داشت محقق شد. در شرایطی که خمینی فرمان جنگ علیه مجاهدین رو صادر کرده بود و به نظر می‌رسید همه روزنه‌ها بسته شده، رهبری مجاهدین باز هم در یک شاهکار دیگه همه بهانه‌ها رو از خمینی گرفت. مجاهدین اعلام کردند که همه دفاتر و همه مقراتشون رو تعطیل میکنن، اما در این حال در هر خیابون و کوچه بساط افشاگری خودشون رو پهن کرده بودن. در نتیجه در این حفظ حضور خودشون در صحنه جامعه، رویارویی نهایی با خمینی رو که اتفاقا خودش خیلی دنبالش بود رو تقریبا یک سال دیگه به تأخیر انداختن. بهای اون البته خیلی سنگین بود، بهایی که میلیشیا هر روز بدون کوچکترین مقابله به مثلی اون رو میپرداختن. مجاهدین همه اینها رو از سر گذروندن. همه رو از سر گذروندن تا اگه کمترین امکان اصلاح در این رژیم وجود داره اون رو فعال کنن، سعی کنن همین رژیم رو اصلاح کنن. اما این تلاش ها نتونست در ماهیت خمینی تغییر ایجاد کنه. علی‌رغم همه اینها در 10 اردیبهشت سال 60 خمینی به صحنه اومد و مجاهدین رو به تعیین تکلیف نهایی تهدید کرد و
و گفت اسلحه را زمین بگذارید و از این شیطنت ها دست بردارید و به آغوش ملت برگردید. البته منظورش آغوش خودش بود. بشنویم از پاسخ مجاهدین. به قانون اساسی شما ولایت فقیه رأی نداده ایم، اما به آن التزام داریم. وانگهی خود شما سال 60 را سال قانون و عطوفت و برادری اعلام کرده اید. چرا از آزادی ها خبری نیست و کمترین تقاضای کارگر و دهقان ایرانی با خانه خرابی و گلوله و حتی مثل کردستان با بمباران و محاصره اقتصادی مواجه می شود؟ زندان ها انباشته از مجاهدین است و شکنجه و کشتار آنان بی امان ادامه دارد. در برابر تکلیفی که گوشزد فرمودید، چه چاره‌ای جز نوشتن و تقدیم وصیت‌نامه‌ها باقی می‌ماند؟ کما اینکه امروز اوضاع به جایی رسیده که خواهران و برادران نوجوان ما نیز حتی برای فروش یک نشریه ابتدا وصیت‌نامه‌ها را می‌نویسند و آنگاه می‌روند. به نظرتون تو این وضعیت چه کار باید کرد؟ وقتی همه درها بسته است، وقتی همه چیز به خاک و خون کشیده شده، چه کار میشه کرد؟